اجلاس شورای امنیت ملل متحد. گزارش دبیر کل ملل متحد درباره قطعنامه 2231 شورای امنیت و موارد نقض این قطعنامه توسط رژیم آخوندی. 19 دسامبر 2017 28 آذر 1396 روز سه‌شنبه اجلاس شورای امنیت ملل متحد در نیویورک برای ارائه چهارمین گزارش نوبه‌ای دبیر کل سازمان ملل پیرامون اجرای قطعنامه 2231 برگزار شد. در این جلسه جفری فرتمن معاون دبیر کل ملل متحد گزارش مذکور را قرائت کرد و بر نقض‌های مشخص رژیم آخوندی از التزاماتش طبق قطعنامه تأکید کرد. نمایندگان کشورهای مختلف نیز در سخنرانی‌هایشان ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به عدم التزام حکومت آخوندی به قطعنامه 2231 و سایر قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه به خاطر انتقال تسلیحات و موشک بالستیک برای حوثی‌ها، سایر مداخلات منطقه‌ای و نقض ممنوعیت سفر سرکرده نیروی تروریستی قدس، رژیم را به پایبندی به التزاماتش فرا خواندند. نماینده آمریکا در سازمان ملل خواهان حسابرسی از رژیم و سپاه پاسداران به خاطر استمرار جنایاتشان در منطقه شد و با اشاره به انتشار اسناد غیرقابل انکار نقض قطعنامه‌های ملل متحد توسط حکومت آخوندی به اقدام جامعه جهانی از جمله اعمال تحریم‌های جدید علیه رژیم فرا خواند. Today's meeting is an important opportunity to reflect carefully on what has been achieved and the challenges that lay ahead. در شروع جلسه جفری فلتمن با ارائه گزارش نوبه‌ای دبیر کل ملل متحد گفت در رابطه با اجرایی شدن مقررات مربوط به موشک بالستیک این گزارش اطلاعات رسمی را منعکس می‌کند که توسط کشورهای عضو تامین شده و به یک پرتاب کننده موشک در ژوئیه 2017 و چندین دستگاه پرتاب کننده موشک بالستیک توسط جمهوری اسلامی اشاره دارد. در اکتبر و نوامبر از دبیر کل خواسته شد دو بار به عربستان سفر کند تا آثار بازمانده از موشک‌های بالستیک که در 20 ژوئیه و 4 نوامبر 2017 به ترتیب به فرودگاه ریاض پرتاب شد را ببیند. مقامات عربستان ارزیابی کردند رژیم ایران در ساخت موشک‌هایی که در حملات ژوئیه و نوامبر استفاده شدند نقش داشته است. فلتمن درباره نتیجه‌گیری‌های گزارش دبیر کل درباره موشک‌های استفاده شده توسط عوامل رژیم از جمله گفت این دو موشک ویژگی‌های مشابهی دارند که نشان دهنده منبع اصلی مشترک آنهاست. یکی از این موشک‌ها نشانه‌ای مشابه یک نهاد رژیم ایران را بر خود دارد که در لیست حفظ شده متعاقب قطعنامه 2231 قرار دارد. دبیر کل مطمئن است که نزدیک به 900 قبضه تفنگ‌های تهاجمی که به دست ایالات متحده افتاده است، عیناً مشابه سلاح‌هایی است که توسط فرانسه در ماه مارس 2016 مصادره شده و طبق ارزیابی دبیر کل منشأ آن رژیم ایران است و از مبدأ جمهوری اسلامی ارسال شده است. دبیر کل همچنین مطمئن است که نیمی از 200 قبضه موشک انداز RPG دارای مشخصات فنی مشابه موشک اندازهای ساخت رژیم ایران بودند. دبیر کل همچنین ابراز داشت که سیستم‌های هدایت و چاشنی قایق بدون سرنشین شامل یک دستگاه کامپیوتر با کیبورد دوگانه انگلیسی فارسی بوده و مشخصات مشابه کامپیوترهای تولید شده توسط رژیم ایران را داشته است. جفری فلتمن در ادامه گفت دبیر کل ملل متحد ابراز داشت یکی از پهپادهایی که مقامات عربستان گفتند مشابه پهپاد ساخت رژیم ایران به نام ابابیل دوست مشابه سایر پهپادهای به دست آمده در یمن بوده و توسط امارات به اطلاع ما رسیده است. در ادامه گزارش دبیر کل ملل متحد که توسط جفری فلتمن به شورای امنیت ارائه شد، نقض ممنوعیت سفر سرکرده نیروی تروریستی قدس مورد توجه قرار گرفته است. فلتمن در این رابطه گفت گزارش دبیر کل حاوی اطلاعاتی درباره سفرهای قاسم سلیمانی است و اشاره می‌کند که شورای امنیت باید دولت‌های کشورهای عضو را فرا بخواند تا اقدامات مقتضی را برای حصول اطمینان از اعمال صحیح ممنوعیت سفر و سایر مفاد قطعنامه 2231 انجام بدهند.
As guided by the Security Council, the report of the Secretary General focuses on the implementation of the provisions contained in Annex B to Resolution 2231. سخنان نماینده اتحادیه اروپا، سفیر آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت ملل متحد درباره نقض قطعنامه‌های شورای امنیت توسط رژیم و فراخوان به مقابله با برنامه موشکی حکومت آخوندی. نماینده اتحادیه اروپا در اجلاس شورای امنیت گفت در حالی که برجام کارایی دارد، شماری از مسائل جدی در خارج از توافق بر آن سایه می‌اندازند. اتحادیه اروپا از نزدیک تحولات مربوط به پرتاب موشک‌های بالستیک به سمت عربستان را دنبال می‌کند. اتحادیه اروپا مکرراً رژیم ایران را فراخوانده است تا از انجام فعالیت‌هایی که بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌سازد، همچون آزمایش موشک‌های بالستیک که با قطعنامه 2231 ناهمخوان است، خودداری کند و به وضعیت منطقه از جمله به مسئله موشک‌های بالستیک باید به عنوان یک اولویت در خارج از برجام پاسخ داده شود. Thank you, Mr. President. This discussion couldn't come at a better time. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد با اشاره به تازه ترین پرتاب موشک عوامل رژیم آخوندی در یمن به عربستان در روز سه‌شنبه گفت واقعیت پشت این حمله تنین آژیر قرمز برای این شوراست. این حمله تمام نشانه های حملات قبلی را در بر دارد که با استفاده از سلاح های تامین شده از رژیم ایران صورت گرفته است. نیکی هیلی چهارمین گزارش دبیر کل درباره اجرای قطعنامه 2231 را شدیدترین گزارش محکومیت عدم پایبندی رژیم دانست و با اشاره به کنفرانس مطبوعاتی هفته گذشته خودش و افشای تسلیحات و موشک‌های ساخت رژیم در واشنگتن افزود اسناد غیر قابل انکار است. گزارش دبیر کل به لاشه‌های شلیک شده توسط حوثی‌ها از یمن به عربستان در ژوئیه و نوامبر امسال اشاره دارد. وسایل موجود در آشیانه‌ای در واشنگتن هر نوع تردیدی را مبنی بر اینکه این موشک‌ها مربوط به رژیم ایران است برطرف می‌کند. سفیر آمریکا افزود صلح و امنیت بین‌المللی بستگی به کار جمعی ما دارد تا اعمال خصمانه رژیم ایران را افشا کنیم و آن را مورد حسابرسی قرار بدهیم. ایالات متحده برای مقابله با این تهدید به اشتراک اطلاعاتش با سازمان ملل و سایر طرف‌ها ادامه می‌دهد. همه ما باید همکاری کنیم تا جنایات رژیم تهران را افشا کنیم و هر اقدامی را که لازم است انجام بدهیم تا مطمئن شویم که آنها پیام را دریافت می‌کنند. نیکی هیلی سپس گزینه‌های مختلفی را برای برخورد با نقض التزامات رژیم مطرح کرد و از جمله گفت ما می‌توانیم یک قطعنامه جدید تصویب کنیم که روشن سازد رژیم ایران از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک منع می‌شود. می‌توانیم تحریم‌هایی را علیه رژیم ایران در پاسخ به نقض آشکار تحریم تسلیحاتی یمن اعمال کنیم. می‌توانیم سپاه پاسداران را به خاطر نقض تعداد بیشماری از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مورد حسابرسی قرار بدهیم. نماینده مصر در سخنان خود در اجلاس شورای امنیت گفت مصر تأکید می‌کند که لازم است شورای امنیت به انجام مسئولیت‌های خود در پیگیری اجرای قطعنامه 2231 به نحوی فراگیر ادامه بدهد تا التزام رژیم ایران به تعهداتش هم در زمینه منع تکثیر اتمی و سایر زمینه‌ها تضمین شود. ما رژیم ایران را فرا می‌خوانیم تا فوراً هر گونه فعالیتی را که به بی‌ثباتی و ایجاد تفرقه فرقه‌ای در شماری از کشورهای عربی منجر می‌شود متوقف کند. به افزود مصر نگرانی خاص خود را نسبت به اطلاعات و شواهد مربوط به تأمین تسلیحات و موشک توسط رژیم ایران برای شبه نظامیان و تشویق آنها به استفاده از این تسلیحات برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه در نقض قطعنامه‌های شورای امنیت، اصول ملل متحد و پایه‌ای‌ترین اصول حسن همجواری ابراز می‌کند. نماینده فرانسه در سخنانش بر حمایت از برجام تأکید کرد و خواستار ادامه اجرای آن شد.
وی سپس ضمن استقبال از گزارش دبیرکل درباره قطعنامه 2231 گفت: باید به روشنی بگوییم که تعهداتی که بیش از دو سال پیش به عهده گرفته شد، نه در چارچوب برجام و نه در چارچوب اتمی متوقف نمی شود. رژیم ایران باید مجموع تعهداتی را که در قطعنامه 2231 مطرح شده اجرا کند. در این رابطه، لیست بلند بالای اطلاعات موجود در گزارش دبیرکل درباره استمرار عدم تبعیت رژیم ایران از چندین تعهد مهم خود موجب بالاترین نگرانی ماست. فرانسا دولات افزود: استمرار برنامه موشک بالستیک رژیم ایران و انتقال توانایی‌های موشک بالستیک در منطقه منبع نگرانی فزاینده فرانسه است. این فعالیت‌ها به بی‌ثباتی منطقه دامن می‌زند و منافع امنیتی کشورهای منطقه را به مخاطره می‌اندازد. شلیک و آزمایش‌های اخیر موشک‌هایی با توانایی حمل تسلیحات اتمی در 18 ژوئن و 4 ژوئیه و نیز پرتاب موشک ماهواره بر با قطعنامه 2231 ناهمخوان است. اشتباه نکنید، این دقیقاً دستگاهی است که پارامترهای تکنیکی آن با موشک‌های دارای توانایی حمل تسلیحات اتمی همخوانی دارد که رژیم ایران متعهد به عدم توسعه آن شده است. لذا این فعالیت‌ها باید متوقف شوند. نماینده فرانسه افزود: چنین مواردی از انتقال نقض قطعنامه 2231 است. ما همچنین نگران اطلاعات مربوط به سفرهای قاسم سلیمانی به خارج هستیم. او همچنان تحت ممنوعیت سفر قرار دارد. همه کشورهای عضو ملل متحد باید به التزاماتشان به ویژه نسبت به مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر پایبند باشند. پس از آن نماینده سوئد در سخنرانی خود به رغم استقبال از اجرای برجام تاکید کرد: ما همچنان نسبت به گزارش‌های نقض تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت سفر توسط رژیم ایران نگرانیم. ما همچنین درباره گزارش‌ها پیرامون پرتاب موشک‌های بالستیک که با قطعنامه 2231 ناهمخوان است نگران هستیم. Thank you, Mr. President, and thank you to our briefers, Jeff, for your comprehensive presentation of the Secretary General. نماینده انگلستان در سخنانش ضمن تاکید بر حمایت کشورش از استمرار اجرای برجام گفت: ما عمیقاً نگران گزارشاتی درباره انتقال قطعات موشک‌های بالستیک رژیم ایران و تکنولوژی مرتبط با آن به حوثی‌ها در یمن هستیم. چنین انتقالی ناقض قطعنامه 2231 است که انتقال تکنولوژی موشک‌های بالستیک و مواد مرتبط با آن را از ایران و به ایران منع می‌کند. این انتقال‌ها همچنین ناقض قطعنامه 2216 هستند که فروش و انتقال سلاح و مواد مرتبط را به حوثی‌ها منع می‌کند. نماینده انگلستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهند که سلاح‌های ضبط شده از یک شناور در نزدیکی خلیج عمان و یک شناور بدون سرنشین که در آب‌های یمن ضبط شد، هر دو از ایران آمده بودند. این فعالیت‌ها ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت است. ماتیو رایکرافت سپس درباره برنامه موشک بالستیک رژیم گفت: پاراگراف 3 از ضمیمه B رژیم ایران را فرا می‌خواند که هیچ فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح‌های اتمی انجام ندهد که شامل سکوهای پرتاب دارای چنین تکنولوژی نیز می شود. سکوی پرتابی که در 27 ژوئیه مورد استفاده قرار گرفت از چنین تکنولوژی بهره برده بود و به این ترتیب ناقض قطعنامه 2231 بود. نماینده انگلستان همچنین گفت: ما نگران گزارشات نقض متعدد محدودیت سفر از جمله موارد جدید نقض محدودیت توسط قاسم سلیمانی هستیم. I appreciate very much of being included in the discussion today as Germany was part of the. نماینده آلمان نیز در اجلاس شورای امنیت گفت: ما همچنان از برجام حمایت می‌کنیم، ولی نقشی را که رژیم ایران ایفا می‌کند نادیده نمی‌گیریم. رهبران آلمان، فرانسه و انگلستان تاکید کرده‌اند نقش منطقه‌ای این رژیم و برنامه موشک بالستیک آن موجب نگرانی جدی است، چرا که به طور مستقیم منافع امنیتی اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما رژیم ایران را فرا می‌خوانیم تا همه فعالیت‌های ناهمخوان یا ناقض قطعنامه 2231 را متوقف کند. I thank the representative of Germany for his statement.
There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned.